من باعث تاسفه. چرا؟ بجای اینکه برن هسته اتم بشکافن گیتار رو اینو گرفتن دست. تو چی؟ تو چی؟ مگه تو رو نفرستادم بری تو آشپزخونه هسته اتم بشکافی؟ من داشتم عمل جراحی قلب باز می‌کردم. آها، خیلی. همیشه یه کاری رو انجام بده که مفید باشه برای جسمتون. بچه‌ها خیلی دنبال اینن که تو یه کاری انجام بری که واقعاً حالا فرقی هم نمی‌کنه. عمل جراحی قلب بازم انجام می‌دی، باز یه گیری بهش می‌دادم ولی جوانگرایی رو لحاظ کردی؟ بله بچه‌ای بله. که آره. بله. همه رو هر کی بالای 24 سال بود و بیرون کنی. سری جدید بیارید همه. چش. خیلی خوبه. موفقیت‌آمیز میشه. اینجوری شو موفق میشه. دقیقاً. مخاطب بیشتر بله. پیدا می‌کنیم و جذابیتش میره بالا. الله بخیر. 100 درصد. خیلی هم ممنون. خواهش اما رگ گردن زده بود برای ما بیرونم دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. این محبت کنید این ماه حقوق منو دارید می‌دین برای برنامه و اینا دیگه یه درصدی هم دیگه برنامه دیگه خودمون رو تیکه و پاره جر دادیم اون وسط دیگه واسه شما دیگه. قومت برم اصلا این دفعه دوباره 15 درصد بذار رو پولی که هر ماه بره می‌دین. نوکرتم. پول بچه‌ها و اینا شیرینی بچه‌ها رو اگه دوست کنید بدید. دست درد نکنه دیگه چون بعدا دیگه دیگه چیکار کنیم دیگه. سینا جون چیز میز این هفته ولی محشر بود، یعنی واقعا با حال و خنده دار، یعنی هر دفعه اینا دارن بچه ها با مزه تر میشن. موضوع حالا نمیگم خیلی الان شاده و اینا ها، خیلی ها ممکن بشن و ناراحت بشن. حالا اینجوری میخواید چیزشون بذار ببینن چیزه؟ نمیگم، باشه باشه دیگه نمیگم، بخش ببینیم. آره دقیقا ببینیم چیز میزه این هفته رو جالب موضوعش. نه خیر ممنوعه، شأن و منزلت زن همچین اجازه ای نمیده. این کار در جایگاه و مقام زن نیست. ببخشید ولی نداره خواهرم، این قلبه که به زن نگاه جنسیتی داره و اونو به شکل کالا میبینه، وگرنه ارزش مقام والای زن بیشتر از این هاست. شما تا حالا دیدی کسی پسته و فندق رو با پوست بخوره؟ حالا پسته و فندقی که از تو پوستش در آمده و ورزشگاه هم میره که دیگه هیچی. خواهرم حق طلاق، حق حضانت فرزند، ارث برابر، همه اینها برای قلبه که زن رو جنس دوم میدونه. وگرنه شما لطف کنید رضایت نامه همسر یا پدر رو هم زمینه پرونده کنید، در خدمتم. ببخشید خواهر، میدونستید اون قربه که دوست داره شما اینجوری همه جات رو به نمایش بذاری و خودت رو بریزی بیرون و تنها مایه لذت مرد باشی؟ اصلا بیام منطقی نگاه کنیم، آدم برای چی روزن تلق میندازه؟ ببخشید روی موبایل تلق میندازه؟ برای اینکه خش نیفته. پس حجاب هم یک محافظ برای موبایل، ببخشید محافظ برای زن، برای کرامت و مقام و جایگاه والای زن، یک زن نمونه. تا حتی این میشه نوع پوششه. آرایش زیر شکم که میگن چیه؟ چه اینجوری من نگاه میکنی؟ آرایش زیر شکم چیه؟ الان مدل به مدل کوتاه کن، یعنی همون که میخوایی تمیز کنه کوتاه کنی، یک بار پرپوسوری کوتاه کن. بزن میگم اینو قسمت بالاشو بزنید، پایینش یه توپه کوچیک کوچیک پرپوزری. زن نمونه زنیه که 10 تا 15 تا بچه بیاره. اولی رو نذارید بره سراغ دومی، دومی نیومده سومی. کسی دستگاه کپی که یک بار فقط کار کنه و کپی بگیره نمیخره، بخره کار نکنه میبره پس میده. یکی کاری هم که میخوای شما انجام بدی و دوست داری که تا یک ماه مردت شارژ باشه، گذاشتن تشت آب. یعنی مثلا میخوای دیگه خیلی کولاک بکنی، از شیر استفاده بکن. پای آقا رو بذار توی تشتی که ماساژی بده، بدنی که بوسه ای به پای آقا بذار. بله خواهرم، همه اینها برای حفظ احترام و ارزش های والای زن هست، نه اون نگاه جنسیتی و ابزاری قرب بزن. هی من با منطق صحبت میکنم مثل این که زبون آدم پلید نمیشه، هی میگم ارزش و کرامت زن انگار نه انگار. چیز میز چیز میز آم، چیز میز چیز میز آم، چیز میز چیز میز آم، این فرش قرمز ما هم خدایی. باز خندی دختر که نباید بخنده، خودت باوقار باش. ببخشید سنگین میشه. بخند. آره فرش قرمز ما رو میبینی؟ بله. حالا ما قهوه‌ایشو داریم ای جان. آره قهوه‌ای، فرش قهوه‌ای، بخش نقد و بررسی فیلم و سریال های روز دنیا توسط یک کارشناس خیلی کار درست، خیلی استاد خراستی که در واقع میشه گفت بخش نقد و بررسی کارهای حالی. میدونی این هفته چیه موضوع؟ این هفته موضوع چرنوبیله، ولی خیلی ها میگن یک خیلی تاریک بود این سریال و خوششون نیومد. نه هم نظر تو چیه؟ تو دیدی؟ من که ندیدم. نظرت واقعی ما بگم یا ما به تو بگو دیگه. حالا
من پروداکشنش خوب بود، یعنی تولیدش خوب بود، ولی من زیاد تو هم زیاد خوشت نیومد، زیاد خوشم نیومد، یعنی اینجوری نبود که دیگه خیلی مثلا بعضی سریالا رو ممکنه من برم دوباره ببینم، ولی خب این جزء اونایی بود که همون یه بارم داشتم با گریه می‌دیدم دیگه، تقریبا به زور چک و لگد تا آخرش رفتم. پس حتما از فرش قهوه‌ای این هفته خوشت میاد. حتما همینطوره. یکی از بدترین سریال‌هایی که در چند سال اخیر ساخته شده همین سریال چرنوبیله. به نظرم سریال خوب وجود نداره و سریال خوب سریالیه که ساخته نشده. اگه بخوام علمی تر بگم، سریال سازی به نفس کار چیپ و بسیار غلطیه. چون اگر سریال سازی هنر بود، قطعاً توی کارنامه آلفرد هیچکاک حداقل یک سریال دیده می‌شد. اما می‌بینیم این بزرگوار هیچ وقت سریال نساخته. حالا این چرنوبیل که سریال نیست، مینی سریال. من خودم 5 دقیقه اول این سریال رو دیدم و همین مینی سریال بودنش خودش نشانی خفت و خاری و حقارت هنری این اثر. همونطور که یک مینی پیتزا در برابر یک پیتزای عادی کم حجم‌تر، ارزون‌تر و به درد بچه‌ها می‌خوره، یک مینی سریال در برابر یک سریال عادی کم ارزش‌تر، کم محتواتر و به درد جوانای سینما نفهم می‌خوره. اصلا این سریال 5 قسمت، فقط 5 قسمت، یعنی 1، 2، 3، 4، 5. سریال باید خانواده باشه. اجدر سریال عین این ساندویچ های بمبی که الان جدیدن توی تهران مد شده، یه من ژامبون و پنیر و قارچ میریزن تو. سریال هم باید پرمحتوا باشه، پرحجم باشه، تا از نظر سینمایی مخاطب خودش رو سیر کنه. زیر 90 قسمت که نشد سریال، 5 قسمت سریال رو بیبی منم میتونه با گوشیش بسازه. اصلا یه حادثه یه تاریخی مگر سریال ساختن داره؟ همه میدونن قراره چه اتفاقی بیفته، قراره بپوکه و داستان از پیش لو رفت و جالب همینجاست که همون 5 دقیقه اول هم میپوکه. نه تعلیقی، نه شخصیت پردازی، نه فضا سازی و نه داستانی. فرت همون 5 دقیقه اول نیروگاه میره رو هوا. یعنی شما 5 دقیقه اول سریال رو ببینید دیگه لازم نیست بریم 5 دقیقه وقتتون رو تلف کنید. چه خبر ها؟ والا چه خبر دیگه سینا جون؟ انقدر تو این فواصل چند دقیقه بعد یه خبری تو جور کنیم تحویلمو بدی، همینجوری الکی نمیشه که. بابا اصلا فضای مجازی حال آدمو به هم میزنه، چه خبری بهت بدم؟ همش شده چطوری حال به هم زن دیگه؟ آدم اصلا میمونه شطور و گاو. نگو جون من. خرمگس. آره به خاطر خدا من خوندمق میشیم تب و لرز میکنیم، ولش کن. اصلا این بد اینا رو پیج هست که واقعا آدم مثلا نگاه بکنه باحال باشه، مثلا چه خنده دار باشه. یه مثلا حالت لازم نیست که همه پیجام آموزشی باشه، چون همه هم میدونن که دنبال علم و پژوهشن. لازم نیست همین که مثلا خنده دار باشه، باحال باشه، ببینیم مثلا بخندیم. آره بابا خیلی یه پیج هست خیلی بامزه است توی اینستاگرامه، بچه‌ها اسمشو گذاشتن مواد لازم. خب بعد کلا حالا اونایی که درست کردن من اسمشون نمیدونم. فلسفه‌ش هم اینه که آقا هر کاری می‌خوایم بکنین یه تیپی داره. مثلا می‌خواین تئاتر برین، لازم نیست تئاتر برین واقعا، یه تیپ تئاتری بذارین کافیه دیگه، لباسای بپوشین که خودش کلا خب دیگه گفتی آموزنده نباشه من بعد آموزی کنم. آره بعد آموزی. آره. خیلی خوب. مثلا می‌خوای ورزشکار بشی، اصلا ورزش برای لازم نیست بکنی، هن و هن عرق بریز، اداشو در تیپشو بذار لباسشو بپوش میشی ورزشکار. خب این هفته حالا این هفته من می‌خوام با الهام گرفتن از این پیج شخصیت منفی سریال‌های ایرانی رو نشونتون بدم. خب مواد لازم برای شخصیت منفی یا از این کثافتایی که توی فیلم و سریال‌ها بازی می‌کنن. بله. بله. یه اتاق بیلیارد تاریک باید باشه، چون می‌دونید که تمام قرار ملاقات‌ها و تصمیم‌های مهم این شخصیت‌ها توی این باشگاه بیلیارد انجام میشه. آره دیگه، اینکه 100%. آره دیگه، چشماشون که می‌دونید که باید آبی باشه. خمار نباید باشه؟ چرا؟ باید خمار باشه، ابرو خنجری هم باید باشه تازه ترجیحاً. هشتی. هرچی هشتی‌تر بدجنس‌تر. بعد این موهاشون هم که بدون بروبرگرد باید دومسبی باشه، کچل هم باید باشه، این کچل وسطش... دومسبی آره. آره کچل باید باشه. بعد میدونی که آخر فیلم همیشه میخواد در برن از اون در پشتی، لازم باید پریشون باشه، باید پریشون باشه. و خونه ویلایی چند طبقه هم باید داشته باشن با همون در پشتیه که ازش فرار میکنن. لازمه اصلا. آره لازمه سن. و یکی از نکات بسیار لازم اینه که رب دوشامل زرشکی حریر ترشون باشه. چون میدونی که اینایی که رب دوشامل زرشکی دارن بدون برو برگر فاصله تن. آقا از من میدونم، من تو فامیل داشتیم. زیاده ما تو فامیل داشتیم. آره. همشون هم پیپ میکشن، اصلا معتادن به پیپ، یعنی سیگار میگار نه تو کارشون پیپ، فقط پیپ. صد اصلا خیلی اصلا بعد آموزی هم داره پیپ، اصلا اون نشانه و یک دست بیل چماق چیز اصلا ولش کن. ماشین هم که حتما ها، یعنی 100% بدون برو برگرد باید آمریکایی باشه. خب بعد رانندگیشون هم با دستکش چرمی باید دستشون باشه.
تو عادی نمیشه بدون دست. همین الان من دارم فساد رو توی آره تصد آره خب موج میزنه. بعد عینکم باید از اون عینکایی باشه که توی جیب برها به برش نمیرن. آها آه از اون آره آره همونا آره 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 دقیقاً راست میگی. آره خیلی افتضاحن اونا. توف خب صبح هم که دیدی ریششون اینجوری این دهنه رو کج میکنه از این تیق قدیمی ها میگیره از صورت دیده نمیشه الان باید خوالش کنند این صدا داشت این صدای قشقه قیش هرچی این تیق قدیمی تر اصل کار آب پرتقال نیست؟ چرا دیگه آب پرتقال اصلا ببین میزان فساد رو شما همیشه با مقدار نوشیدن آب پرتقال مشخص میکنه آب سیب نه آب سیب من خودم اصلا همیشه آب هویج میخورم برای همین آدم پاک و منزهیه پاکیه اصلا هر کی آب پرتقال میخوره بسیار آدم فاسدیه به خدا به خدا خیلی خیلی بعد این دستمال گردنه دیدی دستمال گردنه همیشه نصبه تو توالت تو رخت خواب حموم هر حموم من میاد بیرون با هول حموم باز دستمال گردنه هست دیدی چه شخصیت کثافتی رو طول شبیه شوهرم من چرا گذاشتین عمتونو بگیره من نبودم اون موقع متاسفم خب تجدید نظر میکنیم امشب تجدید نظر میکنیم آره الان که دیگه دیره بذار فردا طلاق عمتو بگیر طلاق عمتو بگیر چش عمه جان بعد چیز همراه ما باشید در ادامه برنامه رسیدیم به بخش مصاحبه بخشی که امروز البته مهمونی که داریم خوب. سینا دیگه خودت میدونی قرار انتقام منو از تو بگیره یه جورایی مأمور آوردی؟ چه مأموری؟ جدن؟ بله ایشون در زمینه های مختلف فعالیت دارن خب حقوقدان هستن وکیل آوردی برای من؟ خب بله و فعال برابری جنسیتی ببخشید خانم سمانه سوادی دیگه این شرط برابری جنسیتی نبود دیگه شادی رو میبوسیدی منو نمیبوسیدی بعد رعایت بشه کاملا درست میفهمید چون به هر حال البته من موافق نیستم برابری وجود نداره ما اینجا راست میگه خب البته مردی گفتن زنی گفتن دقیقاً شما قبول ندارین اینو سلام سلام حالتون چطوره زنده باشی ممنون متشکرم خیلی خوش اومدید یه تارمو اینجاست که فکر می‌کنم الان کارگردان اینا درست شد الان درست شد خب چه خبر سلامتی خدا رو شکر ممنون متشکرم شما چه خبر همه چی خوبه بله عالی یه تقریبا میشه گفت یکی دو هفته گذشته بلوا و آتیشی هم به پا شده بود حالا ما نمیخوایم راجع به اون صحبت بکنیم همینجوری حالتو میخوام بپرسم خوبی آره از این بلواها برای ما زیاده ما همیشه به شکل روزمره با این بلواها سر و کار داریم ولی خب بعضیش صداش بلندتر در میاد بعضیش صداش بستگی به حیوانش داره این یکی شتر بود بیچاره حیوان بیچاره حیوان شتری بود که بیچاره گرفتار شده بود این وسط در خونه هر کسی هم ممکنه بشینه بخوابه مواظب باشید حادثه خبر نمی‌کنه. خب یکم برای ما برای مخاطبای ما از خودت بگو و اصلا کلاً چه جوری وارد این رشته شدی چون کلاً حقوقدان هستی و در واقع میگم این بعد از اون اومده این در واقع میگم فعال برابری جنسیتی رو بعد از حقوقدانیت بهش پرداختی. راجع به یکم برامون چجوری اصلا به این نتیجه رسیدی که این کار انجام بدی؟ آره چشمت بم. من خب در ایران حقوق خوندم و اینجا هم دوباره حقوق خوندم. اما تا وقتی که ایران بودم یه خورده فکر می‌کنم برداشتم این بودش که خب شاید زن و مرد یه فرقایی با هم دارن. یعنی قبول داشتی اون موقع؟ نمیگم قبول داشتم. اما مسئله این بود که فکر می‌کردم که اینقدر این گفته شده بود بهمون که این تفاوت‌هایی که در حقوق ما هست به خاطر تفاوت‌های فردی ماست که من فکر می‌کنم این خورده سیستم محافظتیه که آدم خب آره دیگه فرق داریم دیگه چون اگر قرار باشه اینو نگه به خودش که دائم باید در نبرد و مبارزه برای حق طلبی باشه و البته یه مسئله دیگه‌ای هم که هستش اینه که حداقل اون زمانی که من نوجوان بودم فعالین برابری جنسیتی اون کسایی که خودشونو فمینیست معرفی میکردن و در رسانه بودن خیلی محدود بودن یعنی واقعا فقط
لزبیان ها به عنوان مثال بودن و این خب من خودم فقط منو نیستم، پس من نمیتونستم اون احساس نزدیکی و احساس اینکه من هم جزء اون تیم هستم رو داشته باشم. رسانه‌های خارجی و بین‌المللی رو داریم میگید دیگه؟ چون رسانه‌های داخلی همین رسانه‌های رسانه‌های بین‌المللی خب منحصرا در بخش یک عده خاصی از فعالان بودش. وقتی اومدم اینجا خب تو هم محیط دانشگاه اینقدر فمینیست بود و اینقدر بچه دارن ازدواج میکنن، آرایش میکنن، کفش پاشته بالا میپوشن. چه عجیب. و به خودم گفتم موجودات عجیبی هست، من اصلا تا الان میشه اگه آدم همه این کارا رو بکنه، زن باشه کارم بکنی. دقیقاً، اصلا بعد فمینیستم باشه. ای بابا. بعد با خودم گفتم خب اگه این بود زودتر میگفتیم، منم بازی. منم هستم. و راستش رو بخوام من میتونم بگم من اینجوری نبود که من تصمیم بگیرم فعال برابری جنسیتی بشم، بگم خب من این تصمیم گرفتم حالا برم شروع کنم. مسئله این بودش که من در ایران فعالیت مدنیم در حوزه کودکان کار و زنان سرپرست خانوار بود. وقتی اومدم اینجا این یه جای خالی خلأی رو احساس میکردم که مخصوصا بعد از تولد فرزندم اون خلأه نمیدونم چرا بیشتر خودش رو نشون میداد. گفتم از این پلتفرم اینستاگرام استفاده میکنم و در مورد زندگی خودم میگم که بر من به عنوان یک زن در ایران چه گذشت و با استقبال روبرو شد و من بدون اینکه بفهمم دیدم که من فعال برابری جنسیتی هم. هیچ وقت در این راه تو این، چون میدونم که سختی های خودش هم داره، برخورد های تند و غیر عادلانه و زیاد میشه با افرادی مثل تو، از اونا برامون بگو و چجوری با اونا برخورد میکنی، چجوری کنار میای اصلا؟ اونا دیگه واقعا بخشی از یعنی در ذات این فعالیت هستش دیگه، کارش هم نمیشه کردش، همینه که هست. من فکر میکنم ما سعی داریم میکنیم که مردم با خودمون همراه کنیم، نه اینکه دافعه ایجاد کنیم. پس تا جایی که امکان داشته باشه میپذیریم، تا جایی که امکان داشته باشه. خب نمیدونه، از ناآگاهیشه، براش توضیح میدم. حالا نتیجه میده وقتی واسش توضیح میدی؟ بعضی وقتها بله، بعضی وقتها نه، ولی خب چاره ای نیست. ما که نمیخوام، چون من میدونم من اون ذهنیت گذشته فمینیست های سری آدم عصبانی بد اخلاق اصلا نمیشه باهاشون حرف زد و من خودم یه زمانی داشتم و اصلا این که وارد این حوزه شدم احساس کردم چون جاش خالیه. من گفتم خب فمینیست متأهل مادر مهربون نداریم، بذار من برم بگم این من نقش مهربونه رو من بازی کنم. چون البته حالا جدا از این قضیه هست، خب این دیدگاه به خاطر اینه که یعنی این تصور ذهنی که برای افراد به وجود اومده مخصوصا داخل کشور به خاطر اون چیزی که دیدند، نه به خاطر چیزی که تصور میکنن. حتما یه چیزی دیدن، یعنی این برخورد تند از جانب این افراد باعث شده که همچین تصوری داشته باشن. آره، ولی خب ببینین من همون حرفی که زدم که گفتم من به خاطر محافظت از خودم شاید میپذیرفتم. مگر میشود که کسی به حقوق خودش آگاه باشه و این همه نابرابری رو ببینه و خشمگین نباشه؟ اصلا به نظر من امکان نداره. یه خشم بخشی از اکتیویسم هستش، اصلا نمیشه شما عصبانی نباشی. این که الان من و شما دیگمون اندازه ایشونه الان برابر شده ها؟ نه برابریشم باید بر توضیح نه برابریشم واقعا که برابر دیگه برابر نشده. مثلا میگن به عنوان لطف میگن حالا فلان صندوق تمام حق و حقوق خانم ها و زنان رو در جامعه ما به عنوان امتیاز در نظر میگیرن. مثلا حتی همین رفتن به ورزشگاه ها رو چند وقت پیش داشتم توی یکی از فکر کنم پستای توییتر میخوندم، گفته بود که انقدر حالا شلوغش بکنید تا این امتیازم بگن. گفتم امتیاز نیست که، این حقشونه که دادن بهشون، چه امتیاز چیه؟ ولی خب این دیدگاه هست دیگه. حالا این افرادی که بیشتر باهات درگیر میشن سر این موضوعات، خانم هستن یا آقا؟ آقا هستن. خانم نیست اصلا؟ چرا، آقا هم هست، خانم هم هستن، اما بیشتر آقایون هستن متاسفانه. تصور بر اینه که این یک حق، یک کیکه و اگه زن هم ازش بردارن سهم کمتری به آقایون میرسه، در حالی که این کیک نیست. کیک شما مال شماست، کیک ما مال ماست. مطمئنی؟ آره مطمئنم. یعنی در واقع به مسئله انگلیسیش میگن این it's not a pie، یعنی خیلی معروفه، چون همه جا مردهای در تمام دنیا این تصور رو دارن که مثلا وقتی میگیم زنان باید حق طلاق داشته باشن میگن پس مال من چی؟ میگم مال شما سر جاشه، مال شما رو نمیگیریم ازتون. اما خب حقا دارن، چون حالا در مورد طلاق این اتفاق میفته، اما وقتی در مورد فرصت‌های شغلی صحبت میکنیم بله، اگر قرار باشه زنان با مردان در جامعه فرصت‌های شغلی برابر داشته باشن، یه سری از آقایونی که الان پست‌های مدیریتی دارن ما برن خونه‌شون بشینن،
چون که موقع دیگه شایسته سالاری میشه، هر کس که شایسته تر باشه میتونه در اون جایگاه قرار بگیره. ولی خب این ترس هستش دیگه، در حالی که من معتقدم شادی چرا سر تکون دشمن تراشی میکنه آخه، نکن زن دشمن تراشی سر خونه از زندگی. ما خودمون شادیمون الان به راحتی میتونه یه اکتیویست بشه از بعد از شروع این برنامه، بعدن یه جلسه مشاوره داشته باشیم. باید به من بگی چه جوری برخورد بکنی با اون. میخوای یه سر بریم اتاق فرمان، یه سر بریم اتاق فرمان، یه صحبت کوچولو آمادگی ذهنی بگی از این بعد همراه ما باشید.